با شور و هیجان بر فراز کوه سفید می رود برای بازی اسکی. یک سال است اسکی بازی می کند. دختر اهل بامیان و دنبال هیجان و خطر. مریم محمدی بدون اینکه با محدودیت های سنتی روبرو شده باشد و بازی اسکی رو آورده است. می گوید بامیان فرصت بی‌نظیر را برای اسکی بازی دختران فراهم کرده است. امسال اولین بار است، خیلی هیجان هستم که دانستم از این قله خود پایین کنم و واقعا ورزش های ثقیل و مشکل و چیزا را خیلی دوست دارم. بر شمار دختران اسکی باز در بامیان افزوده شده. دخترانی که یک بخش جشنواره ها و رقابت های اسکی را شکل دادند. تا جایی که ما میبینم، تا جایی که ما تجربه کردیم، فرصت چه امکانات تقریبا خیلی خوب تکمیل وجود نیست. امکانات که تا جایی که دارن ما رو کوشش میکنن با ما امکانات ما رو آماده بسازن، ولی هرچند این مشکل داریم که امکانات نداشته باشیم. در کابل وقتی خبر از اسکی بازی در بامیان شنیده به این ولایت آمده است. سنم هرچند با این بازی نابلد است، اما سعی میکند با یادگیری اسکی برای خود لحظه های شگفت انگیز بسازد. همچون سنم گردشگران دیگر داخلی و خارجی هم در فصل سرما برای بازی اسکی همبازی با میانی ها می شوند. واقعا گرچه دخترها تعدادشان قابل چشم بودن امروز هم، ولی باز هم جای زیاد وجود دارد دخترها بیایند. بازی بسیار خوبی است. یکی از چشم انداز های این است که از اینجا دختران افغانستان هم بر رقابت های اسکی منطقه و جهان راه یابند. ای برای ما این زمینه را فراهم میکنه که صنعت گردشگری در ولایت بامیان رو به افزایش شود و مخصوصا بازی های زمستانی ما بتوانیم مهمان های زیادی را در ولایت زیبای بامیان به گرمی استقبال بکنیم. ای اسکی بازی داخلی و خارجی است و اینا امروز مسابقات را به مناسبت دومین جشنواره بازی های توریستی و زمستانی در ولایت بامیان را اندازی میکنند. کمتر از یک دهه می شود که بامیان از بازی های زمستانی به ویژه اسکی میزبانی می کند. وزارت داد فرهنگ هم می خواهد با راه اندازی جشنواره این بازی ها گردشگران داخلی و خارجی را به بامیان بکشاند.